یکی از اساتید مهم حوزه شیعه شناسی که در یک سمیناری جلسه خدمت ایشان بودیم، این بزرگوار اینجور تعریف کردن از خودشون که من در یک خانواده اصیل مسیحی در بغداد متولد شدم. یعنی مثلا حالا ما بلا تشبیه چجور میگیم مثلا عالم زاده، کشیش زاده بود ایشون و ایشون شیعه شده بود. من سوال رو با ایشون اینجور آغاز کردم که جناب آقای فلان، شما چرا در بغدادی که اکثریت با اهل تسنن هست، چرا وقتی که چشم باز کردید و به طرف اسلام اومدید از مسیحیت سمت شیعه اومدید؟ گفتم خب نکتتون چی بود؟ ایشون گفتن به دو دلیل. یکی، عقلانیت شیعه رو در هیچ مکتبی ندیدم. دو، روحانیت و معنویت شیعه رو در هیچ مکتبی از مکاتبی که الان موجوده ندیدم و جمع این دو رو کنار هم دیگه ندیدم. بعضی از مکاتب هستن که رفتن به سمت روحانیت ولی دیگه از شرع دست برداشتن، از عقلانیت دست برداشتن. گفتم این دوتا رو در کجای شیعه دیدی تو؟ ایشون ادامه دادن گفتن من در هیچ مکتبی ندیدم که این جمله مبارک در احادیث که از شیعه نقل شده در اونجا نقل شده باشه. و اون این که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، جنت به وسیله چه به دست می آید؟ به وسیله عقل. این جایگاه عقل در شیعه است. دو، روحانیت و معنویت رو در کجا دیدید آی دکتر؟ ایشون فرمودن که در هیچ مکتبی این میراث دعا و زیارت که شما در حالات مختلف بتونید راه‌های ارتباط رو با خدای تعالی باز کنید من ندیدم. من وقتی که این جمله رو از این بزرگوار شنیدم، تازه جرقه نوعی در ذهن من خورد که من کجا بودم و از چه غفلت کردم. یه میراثی مثل این میراث ادعیه و زیارات در دست ماست، در حالی که یک مسیحی رو در دل مسیحیت و از دریای عامه به سمت ما میکشه.